أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. گفتم که ولید یکی از گردن کلفتا و پولدارای فیودالای مکه بود و در عین حال زیرک هم بود. در موسم اج که هنوز موسم اقامه نشده بود، در دوره جاهلیت به مردم گفت که مردم الان میاین چیز کم و بیش در باره پیغمبرم شنیدن، شما چی میگین که خود شما متناقض صحبت نکنین، یک چیز بگوین که مردم حرف شما را تا اندازه بپذیره. چی میخواین بگوین؟ این پیشنیادی بود از طرف ولید ابن مغیره. هر کدام اینا یک چیزایی گفتن. یکی گفت ما میگم که اینو متهم میکنیم که کاهنه. کاهن یعنی با جن ارتباط داره. حرفای اینو گوش نکنین که مردمی که از اطراف برای حج میاین حرفای ما را باور کنن. میگم این کاهنه. یکی دیگه گفت ما میگم که میگم مجنونه. یکی دیگه گفت میگم ساحره. هر کدام یک چیزی گفتن. بعد ولید گفت که حرفای شما درست نیه، این به این دلیل به این دلیل دلائل گفت. بعد گفت که خب بهتره که او ساحر بگیم، نه به معنی که جادو میکنه. ساحر یعنی بین خویشاوندان، بین برادرها، پدر و پسر اختلاف منداده، یکی از معنای سحر همیه. خب بر این تصمیم گرفتن. این قضیه به پیغمبر اکرم رسید، ناراحت شد گفت که عمدو خود اندخت بینمو جایی که می خوابید، اندخت مغموم بود، ناراحت که شاید فکر میکرد که چکار بکنه. یک برنامه جدید شد که اینا نگذارن و دروغ بگوین مردمی که از خارج مکه می آیه ما پیام خدا را به اونا باید چی قسم برسانم. به می اصنا بود که جبرائیل نازل شد و این سوره آورد. ای کسی که در بستر آرمیده ای، قم، حرکت کو، ایستاده شو، حرکت کو، فانذر، بیا برو مردم انتظار کو. این حساب روزمره هر کس تو را متهم میکنن. تو یک هدف خیلی بزرگ داری، اونم یک عده شکم پرست بیدین که تمام شرف و عزت و آدمیت را در پول میبینن، که از مردم پول بگیرن، در مقابل پول به تو دروغ میگن، متهم میکنن، تو را افترا بسته میکنن. عقب نروی، عقب نرو. تمام روزگار انسان ها در تا طول قیامت به امی گرفتار انسان ها. یک مشت رزیل، اوباش، جاسوس، مزدور بیگانه برای اینکه همه چیز را به کثافت بکشانن و اخلاق عمومی و عفت عمومی را خراب کنن، به همه کس مثل سگ عار، به همه کس تهمت بسته میکنن، فوش میدن، دشنام میدن، به وسایل گوناگون میخواین که راه را برای خودم وار کنن. عقب نروی، نترسی، اینها باطلن، تو بر حقی، پاشو برو که مردم برای اینا نگذر، تبلیغ کو، احکام خدا را به مردم برسن. قم، حرکت کو، فانذر، بیا مردم انذار کو، و ربک فکبر، و پروردگار خود. رب به معنای سید و مالک که از لازمش تربیته. اصل معنای رب به معنای پروردگار نیه. رب در عربی به معنای مالک، سید یعنی آقا. ولی از لازمه مالکیت کسی که مالک بود مملوک خود تربیه میکنه، تنمیه میکنه. و ربک فکبر، مالک خود، پروردگار خود، تکبیر کو، تعظیم کو. خب معلومه اینجا یک حرف دیگه است. پیغمبر تنهایه، چند اگرم ایمان آورده
یک چند نفر مستضعف بیچاره ایمان آورده، جوان ها ایمان آوردن، او گردن کلوفتای پولدار متنفذین که ایمان نیاورده بودن. طبعا انسان وحشت میکنه که کل شار علی خود ببینه. خب بالاخره پیغمبرم انسانه، تحت تأثیر میره. حداقل این فکر پیغمبر کرده که اگر این نقشه اینا بگیره، من نمیتوانم به کار نبوت و رسالت خود موفق شم. پیغمبرم دلش خیلی میخواست که مردم اصلاح کنه، ایمان به خدا بیارن. میبینه اما مخالفش شدن. زنا، مردا، بچه ها پیغمبر اذیت میکنن. چقدر انسان میتوانه مقاومت کنه؟ خداوند به پیغمبر را نشان میده. چی رای خوبی؟ میگوارب بک فکبر، پروردگار خود بزرگ بشمار. وقتی که بزرگی خدا در دل انسان داخل شوه، اگر تمام دنیا دشمن انسان شوه، آدم دیگه مایوس نمیشه، مایوس نمیشه. بعضی جاسوسا و مزدورای خارجی رو میبینه با چی شد و مد صحبت میکنه، چون میگه فکرشیه که فلانی دولت طرفدار مه، فلانی قدرت الحادی از من حمایت میکنه، لذا با اعتماد و با پررویی کامل صحبت میکنه، مخالف مسائل ملی صحبت میکنه، از کس نمیترسه. این در دنیا میتونه. ما و شما الان در کشور فلک زده خود میبینیم، در این کشور مفلوک خود میبینیم که مزدورای خارجی از امه زبانشان دراستر، قلمشان رساتر، صدایشان بلندتر، با تمام تیرگی ها و جنایاتی که داشتن. این یک رایه دیگه که از نظر روانی تقویه میشه. این در قرآن قسم نگفته. ما این استنباط ما نگی ایوال مدثر، کسی که به بستر آرامیده ای، پاشو مردم نمان، ناراحت نشو که اینا علیه تو توطئه میکنن، بدگویی میگن، افترا میبندن، فوش میدن. ناامید نشوی، اینا پستن، پستی اینا باید جلب تو را نگیره. تو وظیفه داری که جامعه را اصلاح کنی، با مردم تماس میگی، قم پاشوز حرکت کو از بستر خوابت. جبرئیل آمد به پیغمبر میگه یا ایوال مدثر قم، استاده شو، را بیفت، قم فانذر، انذار کو، بیم بده مردم. البته پیغمبر ام نذیر، ام منذر، ام بشیر و مبشر، ام بیم میده مردم از عذاب و ام بشارت میده. ولی او محیط مکه، او محیط کفر و الحاد، او فقط برای بیم بود که باید به اینا بگویه که اگر شما را به دوزخ میبره، شما در امی دنیا هم شکست میخوره، اونا غیر از امی دنیا چی در فکر نمیکرده. میگه قم فانذر، حرکت کو، و ربک فکبر، پروردگار خودت تکبیر کو. بعد از ان قم که بهش میگه حرکت کو، از جای خود حرکت کو، ایستاده شو، برو انذار کو، وظیفه خودت در جامعه انجام بده، عقب نشینی نکو، منزبی نشو که بیای به خانه بشینی، بیا. بعد میگه وقتی که میگه انذر، میگه ربک فکبر. ای در ذهن ما ای قسم تداعی میکنه. شاید دانشمندان بزرگوار ما قسم دیگر بفهمن. ما به نظر ما ای تدعی میکنه که میخواه پیغمبر تقویه کنه از نظر روانی. میگه و رب کف کبر، پروردگار خود به بزرگی یاد کو، الله اکبر، خدایی که خالق کائناته، خدایی که ارادش در تمام ذرات موجودات کرات بالا و پایین و کاکشان ها و در دنیا و در آخرت نافذه، همه تحت ارادی اویه. پروردگار خود به بزرگی یاد کو. خب ما پیغمبر، ما
ما امروز ما میدانیم که خدا چقدر بزرگه، ولی نفس پیغمبره او شفافه، او بزرگی خدا را به مراتب از ما بهتر درک میکرده. ما امروز از برکت علم و ترقی فلسفه چیزایی را میفهمیم، خدا را تعظیم میکنیم، اما او تعظیمی که انبیا میکنن غیر از ماه، اونا خیلی معرفتشان بالاتره. میگه روی او طرف کو، روی تو را چارچ میکنه با او خدایی که همه کائنات خلق کرده، تمام حرکات و افعال و اوادیس و ارادی اویه. او را به ذهن خود بیار، خدا را در نظر خود بزرگ ببین، بزرگی خدا را در عقل خود تصور کن. این ولید ابن مغیره و ابو سفیان و ابو جهل و خفت و پرت، اما به نظر جزئی میایه، نه چیز میایه. واقعا نمیتوره. هرچی که انسان به عظمت خدا توجه کنه، یعنی ما و شما بعض اوقات غفلت میکنیم. این خیلی برای زندگی دنیای ما خوبه. مثلا فرض کنین که مریض میشین، پسر شما مریض شده، آدم ذلیل میشه، گریه میکنه، پیش زی دکتر برو، نه که پیش دکتر آدم نرو، باید برو با عذر بزاری. مثلا یا مثلا بعضی اوقات انسان در تجارت ضرر میکنه، خود ذلیل درست میکنه، پیش ای پول دار برو که یک چیز بدی، پیش او میره که یک چیز بدی، خود ذلیل درست میکنه، خدا رو فراموش میکنه. یک موقعی که آدم پول پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، خدا رو فراموش میکنه، متکبر میشه، ظالم، خودخواه، مغرور میشه، هیچ کس به نظرش نمیایه، خدا رو فراموش کرده، بزرگی خدا رو. یک وقت که آدم ذلیل میشه، مقروض میشه، مریض میشه، شکست میخوره، دیگه به آخرین درجه ذلت، بیچارگی، مسکنت میره، خدا رو فراموش کرده، یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. قرآن چی میگه؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت از آن خدایه، از آن رسولشه، از آن مؤمنینه. مؤمن باید عزیز باشه، عزیز نه تکبر داشته باشه، نه ذلت بکشه، متواضع، سنگین. در موقع مصیبت انسان ذلیل نمیشه، در موقع قدرت آدم متکبر و مغرور و خودخواه نمیشه. در دو صورت که بزرگی خدا در دل انسان باشه، آدم عزت پیدا میکنه، نه فقر آدم به ذلت و بدبختی میکشانه، نه پولداری و قدرت انسان به سوی تکبر میبره، و مو یک حد برقرار میمانه. عزت، تواضع، فروتنی، عنایت، این فقط کل این قضیه به این مربوطه که ما تا چقدر میتوانیم عظمت خدا را در دل خود جای بدیم. عمل برای ما ناچیز معلوم میشه. شما الان گرسنه این، کرایه خانه تم رسیده، پولم نداری که بدی، به خانه هم مریض داری، زمستان هم از سرد، عظمت خدا به دل توی، عظمت خدا ترگرم نمی کنه که اشتباه نشوه، نشکم تر سیر میکنه، ولی تو را از ذلت بیرون میکنه، با خدا اعتماد میکنی، با پیش مردم نمیری که گریه کنی که زمستان و مریض دارم، زود یک چیز بدی، دروغ نمیگی، مال مردم به خیانت نمیخوری، بر مردم ظلم نمیکنی، خود سنگین میگیری، نگی خدا درست میکنه. وقتی که بزرگی خدا در نفس ما و شما زیاد شد، اعتماد ما هم به خدا زیاد میشه، توکل من بهتر میشه، چاره میشه. وقتی که آدم پولدار شد، قدرت پیدا کرد، متکبر نمیشه، بر کسی ظلم نمیکنه، چشمش به آسمان نیه، به زمینه، مردم میبینه، خود از مردم بهتر نمیدانه، این پول و ثروت و قدرت خود در مقابل بزرگی خدا هیچی نمیدانه، اوتومات به طرف تواضع میره، بعد دیگر تواضع میکنه، محبت میکنه، اگر بتوانه به اونا کمک میکنه، برایش غرور پیدا نمیشه، چون بزرگی خدا که در دل انسان باشه، غرور و تکبر انسان میبره، نفس پایین میاد، معتدل میشه، سنگین میشه. خس
همین چوبای برگای کوچک یا برگای سبز کوچک که خیلی سبک یا چوب سبک خاص با غباری رود از جای خیش. وقتی که وزنش کم باشه، ضعیف باشه، با یک پوف او از جای خود او طرف میشه. خس با غباری رود از جای خیش. کو خیلی سنگینه، کو زدامن نکشد پای پیش. اگر هزار طوفانم بیای کو به جای خود ثابته. او نفوسی که مثل خسه، خاشه، خس و خاشاکه که با یک پوف ای طرف او طرف میشه، با یک مامور صاحب و با یک رئیس صاحب او دیوانه میشه. او نفس ضعیفه، سبکه. اما اونایی که نفسشان سنگینه و قار دارن مثل کوین، اگر دنیا برسه تکبر نمی کنن، خود گم نمیدن. اگر دنیا از پیشان برو هیچ چی نداشته باشن، باز ذلت نمی کشن به یک حالت. اینا رو من نمیگم که از ظاهر قرآن استفاده میشه. قرآن تصریحات هم داره، اشارات هم داره. یه از اشارات قرآنه. و ربک فکبر، رسول ما نباده که در داخل درون خود احساس عجز کنی و احساس شکست کنی در مقابل ای پولدارای شکمگنده فاسد و مزدور بشرف که غیر از این که فکر شکم خود می کنن دیگه به هیچ نه فکر اصلاح مردم نه عفت مردم در نظر می گیرن. می خواهن همه چیز گندیده شوه که جیبی نپر شوه. نبادا کش عقب بنشینی و از عر شکست کنی. و ربک فکبر، فقط این ربک که مقدم شده بر کبر باید میگو فکبر ربک، تکبیر بزرگ بشمار پروردگاره. و ربک، این ربک مقدم شده به اصطلاح ادبی مفعول که مقدم میشه مثل ایاک نعبدو مفید حصره. و ربک فکبر، فقط و فقط بزرگی پروردگار فکر کو در دل خود، موفق میشه. خدا هی حالت به امه ما و شما مرحمت بفرمایه. والحمد لله رب العالمین.